این جوان از بیکاری و تنگ دستی خود را تسلیم قاچاقبر کرد تا به اروپا برود. تا یونان رسید اما دست پلیس افتاد. اروپا هم نتوانست برود، اکنون در کابل از دشواری های راه‌ها و برخورد غیر انسانی قاچاقبران سخن می‌زند. پول خدا باقی مانده خودان اونا طلب دارن. از یک طرف ما ضربه اقتصادی خوردیم که رفتیم تا اونجا یک مقدار پول ما مصرف شد و حالا هم قاچاقبر طلب داره. از طرف دیگر وقت ما ضایع شد و همچنان یک ضربه شدید روحی در ایران ما دیدیم که البته نمیتونیم در یک مدت کوتاهی همین حالت روحی خود دوباره نرمال بسازیم. اما هنوز هم نگرانی ها در افغانستان از قاچاق انسان بیشتر از پیش افزایش یافتند. مؤسسه امداد و انکشاف سری درباره قاچاق انسان در افغانستان تحقیقی را آغاز کرده است. این نهاد از ادامه این روند نگرانی می کند. حالت قاچاق انسانی به بدترین حالت رسیده در افغانستان و اگر حکومت افغانستان اقدامات جدی را انجام ندهد حالت سال آینده بسیار خطرناک خواهد باشد. بر بنیاد گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، افغانستان دومین کشور جهان از نگاه قاچاق انسان شناخته شده است. با این حال حکومت افغانستان کمیسیونی را برای جلوگیری از قاچاق انسان از نهادهای گوناگون ساخته است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که یکی از اعضای این کمیسیون است میگوید که تلاش ها در این باره بسنده نیستند و وضعیت قاچاق انسان هم نگران کننده است. مجموع برای حکومت افغانستان این مسئله قابل نگرانی است، به دلیل از اینکه پیامدی را که این رفت آمدهای غیر قانونی داره شما شاهد هستین که همه روزه قربانی میگیره از هموطنان ما. تنها بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 140 تن به اتهام قاچاق انسان در افغانستان سال گذشته بازداشت شدند. این نهاد میگوید که بیشتر از 240 هزار تن به گونه غیر قانونی در سال 2015 از افغانستان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل.